سلام خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که تنتان سالم باشد. به برنامه آموزشی خودتان مکتب هادی خوش آمدید. امروز درس سوم از فصل سوم کیمیای صنف هشتم را در خدمت شما می باشیم. نمبر ارتباطی برنامه مکتب هادی را از یاد نبرید. 20964-780-255-4013 است که از این طریق میتونید با ما در فضای مجازی ارتباط بگیرید. قبل از اینکه درس آغاز کنیم میخواهیم خلاصه ای از مطالب درسی که امروز ما شما میخواهیم با هم کار کنیم با هم مرور کنیم که میخواهیم چی یاد بگیریم. امروز ما شما یاد خواهیم گرفت که رابطه اشتراکی چه قسمی رابطه است و بعد از او با رابطه فلزی آشنا میشیم که رابطه فلزی چه قسمی رابطه است. برای شما مثال کار میکنیم و همچنان در ادامه با هم یک جای کار میکنیم که میخواهیم در رابطه با انواع فرمول های کیمیاوی که شامل فرمول مولکولی و فرمول مشرح یا ساختمانی می باشد با هم کار میکنیم که هر کدام از این فرمول ها چه اطلاعات را برای ما میده. با شروع درس با ما همراه شوید. و اما رابطه اشتراکی چه قسمی رابطه است؟ اگر یادتون باشد در جلسات پیش ما و شما با هم خواندیم که انواع رابطه ها در تعاملات کیمیاوی بین اتم ها موجود است که این رابطه ها میتونه رابطه اشتراکی باشه، کووالانت که امروز ما شما یاد خواهیم گرفت، رابطه آیونی که در جلسات پیش با هم کار کردیم و رابطه فلزی که باز امروز در جلسه امروز با هم کار میکنیم. همگی این رابطه های کیمیاوی با اشتراک گذاشته شدن الکترون های والانسی یا الکترون های قشر آخری انجام می شد و رابطه برقرار می شد. خب می خواهیم ببینیم که رابطه اشتراکی چه قسمی رابطه است و چگونه در تعاملات کیمیاوی بین اتم های رابطه ایجاد می شود. رابطه اشتراکی یا نام دیگهش رابطه کووالانت به رابطه گفته می شود که در اثر مشترک گذاشتن الکترون ها در بین دو یا بیشتر از دو اتم با وجود می آید. یعنی اگر شما دو اتم داشته باشید یا چندین اتم الکترون های قشر ولانسی خود با اشتراک قرار بده، رابطه ای که بین آنها با وجود می آید یک نوع رابطه اشتراکی یا کووالانت می باشد. به مثال زیر دقت کنید، رابطه اشتراکی را برای شما نشان داده است. مشاهده میکنید دو اتم موجود است که هر کدام از اتم ها در قشر ولانسی خود دارای 7 الکترون می باشد. 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7. و اتم دوم هم در قشر ولانسی خود یا قشر آخری خود 7 الکترون دارد. 6 الکترون ها که به صورت جوره است، یک الکترون طاقه باقی می ماند. یک اتم با یک الکترون طاقه با یک اتم دیگه با یک الکترون طاقه رابطه ما بین آنها برقرار میشه، بین الکترون های طاقه آن. رابطه ای که بین الکترون های طاقه در این قسمت برقرار میشود یک رابطه اشتراکی یا کووالانت میباشد که در شکل به طور واضح شما مشاهده میکنید. پس رابطه اشتراکی از به اشتراک نمودن الکترون ها ما بین دو اتم یا بیشتر از دو اتم با وجود می آید.
در ادامه نمونه های از رابطه های اشتراکی را برای شما مثال زدیم که با هم یک جای میخوانیم که این نمونه ها چه قسمی رابطه هاش تشکیل میشن. و مثال زیر خوب دقت کنید. رابطه اشتراکی میتونه ما بین دو اتم که کاملا مشابه به یک دیگر است ایجاد شود. با عنوان مثال دو اتم هیدروژن را دقت کنید. هر کدام از اتم های هیدروژن در قشر ولانسی خود یک تا الکترون طاقه را دارد که بین الکترون های طاقه در این قسمت یک رابطه اشتراکی برقرار می شود. یا دو اتم کلورین را دقت کنید. هر کدام از اتم های کلورین در قشر ولانسی خود دارای 7 الکترون است. دارای 7 الکترون که 6 الکترون آن به صورت جوره است، یک الکترون طاقه باقی میماند. الکترون طاقه از یک اتم کلورین با یک الکترون طاقه از اتم کلورین دیگر با هم رابطه اشتراکی را برقرار میکنند. که در این قسمت رابطه اشتراکی را شما مشاهده میکنید. همین رابطه اشتراکی میتونه بین اتم هایی باشه که مشابه با یک دیگر نمی باشد. به عنوان مثال اتم هیدروژن و اتم کلورین را دقت کنید. الکترون های طاقه خود را در قشر ولانسی در این قسمت به اشتراک قرار داده و رابطه اشتراکی تشکیل شده است. یا بین اتم نیتروژن و اتم های هیدروژن میبینید که در این قسمت هر کدام از اتم های هیدروژن و نیتروژن الکترون های طاقه خود را به اشتراک قرار دادن و سه رابطه اشتراکی کووالانت در این قسمت تشکیل دادن. پس با توجه به مثال هایی که زیر با هم خواندیم، رابطه اشتراکی میتونه بین دو اتم مشابه با یکدیگر باشد یا بین دو یا چند اتم غیر مشابه باشد. خب ویژگی های یک رابطه اشتراکی را با هم یک جای بر روی تخته سیاه نوشته میکنیم که یک رابطه اشتراکی یا کووالانت بین چه اتم هایی است و دارای چه ویژگی هایی می باشد که بسیار مهم است. ویژگی های یک رابطه اشتراکی. ویژگی هایی که یک رابطه اشتراکی میتونه داشته باشه، ویژگی اول که پیشتر با هم کار کردیم و خواندیم، رابطه اشتراکی میتونه بین دو اتم مشابه باشد یا بین دو اتم یا چند اتم غیر مشابه. دومین ویژگی که رابطه های اشتراکی داره، خب دقت کنید، رابطه های اشتراکی یا کووالانت بین غیر فلزات تشکیل می شود. بین اتم های غیر فلزات تشکیل می شود. اگر یادتون باشد در جلسات پیش ما شما کار کردیم، رابطه آیونی را گفتیم که رابطه است که بین آیون ها برقرار می شود. در اینجا رابطه اشتراکی بین اتم های یا بین غیر فلزات تشکیل می شود. دیگه چی ویژگی های داره رابطه اشتراکی؟ رابطه اشتراکی می تانه با توجه به الکترون هایی که بین دو اتم به اشتراک قرار داده می شود، به اشتراک گذاشته می شود، می تانه رابطه یگانه داشته باشد یا رابطه دوگانه داشته باشد یا رابطه سگانه داشته باشد. اگر دو اتم با هم یک جوره الکترون به اشتراک قرار بده، رابطه اشتراکی یگانه تشکیل می شود. اگر دو اتم با بین خود دو جوره الکترون را به اشتراک قرار بده، رابطه اشتراکی دوگانه تشکیل می شود. اگر دو الکترون ما بین خود سه جوره الکترون به اشتراک قرار بده، رابطه اشتراکی سگانه برقرار می شود که رابطه اشتراکی سگانه را با سه خط، دوگانه را با دو خط و یگانه را با یک خط نشان می دهیم. این سه ویژگی مهمی که هست که رابطه های اشتراکی داره.
رابطه یگانه دوگانه سگانه همچنان بین غیر فلزات میتونه بین دو اتم مشابه باشه یا دو اتم غیر مشابه میتونه این رابطه ها تشکیل شه. پس ای اگر از شما سوال شد که رابطه اشتراکی بین چه اتم هایی برقرار می شود، میگین بین میتونه دو اتم مشابه یا غیر مشابه باشد و بین اتم های غیر فلزات رابطه تشکیل می شود. خب رابطه اشتراکی رو یاد گرفتین، حالا می‌خواهیم با هم یک جا یاد بگیریم که رابطه فلزی چه قسمی رابطه است. اگر یادتون باشد در جلسات پیش شاگردای عزیز خاصیت بسیار مهم فلزات را با هم یک جای کار کردیم و شما گفته شد که فلزات از جمله خواص مهمی که داره است که بسیار تمایل شدید داره به از دست دادن الکترون. وقتی که الکترون از دست میده با یک کاتیون با چارج مثبت تبدیل می شود. از طرفی چون فلزات الکترون های ولانسی آن با تحرک و آزادی بسیار زیاد در حال حرکت هست، بنابراین بین الکترون های ولانسی آن و آیون های مثبت یک رابطه برقرار می شود به نام رابطه فلزی که یک رابطه بسیار متفاوت از رابطه کووالانت و رابطه آیونی می باشد. پس رابطه فلزی قوه جاذبه قوی است بین آیون های مثبت و الکترون های ولانسی اتم ها که در شکل هم شما در مثال های زیر مشاهده می کنید. می بینید در قسمت در شکل اول الکترون هایی که آزاد است و تحرک و حرکت زیادی را دارند با کاتیون ها که در قسمت نمایش داده شده است رابطه را برقرار کرده که به آن رابطه فلزی گفته می شود که رابطه فلزی همونطور که از نامش پیدا هست در فلزات بین اتم های فلزات برقرار می شود که رابطه بسیار محکم و قوی می باشد. یکی دیگه از ویژگی هایی که فلزات داره و باعث شده که فلزات از غیر فلزات فرق داشته باشه انتقال حرارت و جریان برق است که میخواهیم در اینجا ما و شما با هم بخوانیم و یاد بگیریم که عامل انتقال حرارت و برق در فلزات چی میتونه باشد. اگر در جلسات پیش یادتون باشد ما و شما فرق بین فلزات و غیر فلزات را یاد کردیم و خواندیم که فلزات بسیار نسبت به غیر فلزات حرارت و گرما را بسیار سریعتر از خود انتقال میده و رسانا میباشد. حرارت باعث میشه به طور مثال به مثال زیر دقت کنید، اگر یک میله فلزی داشته باشید به این صورت و با کمک شعله آن را حرارت بتین. این دایره های سیاه رنگ که بر روی میله فلزی قرار گرفته و نشان داده شده است، اگر الکترون ها باشه، حرارت باعث میشه که الکترون هایی که حرارت میده، انرژی حرکتی و جنبشی آن بیشتر میشود. و الکترونی که انرژی جنبشی آن بیشتر شد، در اثر برخورد به الکترونی که در جلوتر قرار گرفته است الکترون دوم هم شروع به حرکت و جنبش می شود و به همین صورت الکترون دوم به الکترون سوم انتقال می ده و الی آخر که به الکترون های آخر انرژی جنبشی یا حرکی انتقال داده می شود. به این صورت هست که گرما به کمک الکترون ها در طول میله فلزی انتقال داده می شود. جریان برق هم به همین صورت است که جریان برق توسط همه الکترون ها از یک قسمت از فلز به یک قسمت به انتهای فلز انتقال داده می شود. پس نتیجه می گیریم که عامل انتقال حرارت و جریان برق در فلزات چی است؟ الکترون های آزادی می باشد که در فلزها موجودیت داره و بسیار انرژی جنبشی بسیار زیادی داره و آزادانه حرکت می کنه. همین خاصیت باعث می شود که جریان برق بین فلزات برقرار شود و همچنان حرارت را به خوبی از خود انتقال بده.
خب تا به اینجا با رابطه اشتراکی و رابطه فلزی ما و شما آشنا شدیم و با هم یک جای کار کردیم که رابطه اشتراکی چی است، رابطه فلزی چی میتونه باشد. در ادامه میخواهیم با انواع فرمول های کیمیاوی آشنا شویم. به طور کلی ما دو قسم فرمول کیمیاوی داریم، فرمول مشرح یا ساختمانی و فرمول مولکولی که هر کدام جداگانه با هم کار میکنیم و میخوانیم که هر کدام از فرمول ها چی اطلاعات را برای ما میده. و اما فرمول کیمیاوی چی است؟ فرمول کیمیاوی به مجموعه از سمبول ها گفته میشود که تعداد اتم های موجود در یک مولکول را برای ما نشان میده. با عنوان مثال به فرمول های زیر دقت کنید: H2O, NHC, HNOC و HCl هر کدام یک فرمول مولکولی می باشد که برای تخته‌سیاه با کمک هم یک جایی فرمول ها را نوشته می کنیم و تعداد اتم ها را با هم مشخص می کنیم که چی اطلاعات را فرمول مولکولی برای ما می ده. فرمول های مولکولی که برای شما داده شده است H2O N, H, C, H, N, O, C و H, C, L. خب. همگه اینها فرمول مولکولی است. در فرمول مولکولی آب H2O اطلاعاتی که برای ما میده چی است؟ تعداد اتم ها را فقط برای ما مشخص کرده است که دو اتم هیدروژن است و یک اتم اکسیژن. خب فرمول مولکولی دوم امونیا NH3 نشان میده یک اتم نیتروژن داره و سه اتم هیدروژن. فرمول مولکول بعدی برای ما چی نشان میده، چی اطلاعات را میده؟ یک تا اتم هیدروژن، یک تا اتم نیتروژن و سه اتم اکسیژن. خب فرمول آخر برای ما چی اطلاعات رو میده؟ یک تا اتم هیدروژن و یک تا اتم کلورین. پس دیدید که فرمول های مولکولی فقط تعداد اتم ها رو برای ما مشخص میکند. خب دیدید که در فرمول های مولکولی اطلاعات رو که برای ما میده فقط تعداد اتم ها را برای ما مشخص میکنه. و اما فرمول مشرح یا ساختمانی چی است؟ فرمول مشرح یا ساختمانی همونطور که از نامش پیدا است نسبت به فرمول مولکولی اطلاعات بیشتری را در اختیار ما قرار میده. فرمول های مشرح علاوه بر تعداد اتم ها برای ما تعداد روابطی که بین اتم ها است و همچنان موقعیت اتم ها را برای ما مشخص می کند. با عنوان مثال فرمول هایی که زیر برای شما آورده شده است فرمول های مشرح یا ساختمانی است. دقت کنید در فرمول امونیا NH3 علاوه بر یکی برای شما مشخص شده است که یک تا اتم نیتروژن و سه تا اتم هیدروژن موجود است، تعداد روابط برای شما در این قسمت مشخص شده است. می‌بینید که سه رابطه اشتراکی یگانه بین اتم‌های نیتروژن و هیدروژن موجود است. این میشه یک فرمول مشرح. یا فرمول دوم، فرمول مولکول آب را دقت کنید. در این فرمول علاوه بر اینکه برای ما مشخص است که از یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن ساخته شده است، دو رابطه اشتراکی ما بین اتم اکسیژن و اتم های هیدروژن برقرار است.
پس یک فرمولی مشرح می باشه. موقعیت اتم ها برای ما در این فرمول مشخص است. یا فرمول N2 را دقت کنید. در این فرمول علاوه بر این که برای ما مشخص است که از دو اتم نایتروژن ساخته شده است، رابطه اشتراکی سگانه ما بین دو اتم نایتروژن هم برای ما مشخص است. پس یک فرمول مشرح می باشد. روابط، تعداد روابط ما بین اتم ها، موقعیت اتم ها، علاوه بر او تعداد اتم ها برای ما مشخص است. اما در فرمول مولکولی نه، در فرمول مولکولی فقط تعداد اتم ها برای ما مشخص است. خب حالا می‌خواهیم با توجه به مطالبی که امروز ما شما یاد گرفتیم یک سوال در رابطه با مطالب امروز با هم کار کنیم. سوالی که برای شما داده شده است این قسمی است. در مرکبات زیر مشخص کنید الف کدام یک فرمول مشرح است و کدام یک فرمول مولکولی. بعد از او که مشخص کردین کدام یک فرمول مشرح و کدام یک فرمول مولکولی است، در قسمت ب مشخص میکنید که هر کدام از فرمول ها چی اطلاعات را در اختیار ما و شما قرار میده. خب فرمول ها را با کمک هم بر روی تخته سیاه نوشته میکنیم و این سوال را با هم حل میکنیم. فرمول هایی که برای شما داده شده است، دو اتم اکسیژن است که رابطه دوگانه ما بینشان وجود داره و مولکول CH4 H2SO4 و مولکول HF که یک رابطه اشتراکی ما بینشان وجود دارد. خب مرکباتی که برای شما داده شده است این قسمی است. هر کدام ما میخواییم نگاه کنیم، کار کنیم که فرمول مشرح است یا فرمول مولکولی. مرکب اول را دقت کنید. چون در آن رابطه مشخص شده است، پس یک نوع فرمول مشرح می باشد. مرکب دوم را دقت کنید. فقط تعداد اتم ها برای ما مشخص شده است. رابطه ها مشخص نشده است. پس میشه فرمول مولکولی. مرکب بعدی را دقت کنید. H2SO4. باز هم چون تعداد اتم ها را برای ما مشخص کرده اما تعداد رابطه ها مشخص نیست، پس یک نوع فرمول مولکولی می باشه. مرکب آخر HF چون رابطه مشخص شده است ما بین دو اتم، پس یک فرمول مشرح است. قسمت الف رو حل کردم. قسمت ب گفته که هر کدام از فرمول ها چه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار میده. فرمول اول را دقت کنید. اطلاعاتی که برای ما میده از دو اتم اکسیژن ساخته شده است و همچنان رابطه ای که ما بین دو اتم تشکیل شده است یک رابطه چیست؟ دوگانه است. اطلاعاتی که فرمول مشرح او دو برای ما میده. فرمول دوم چه اطلاعات را برای ما میده که یک نوع فرمول مولکولی است؟ نشان میده که یک تا اتم کربن در مرکب موجود است و چهار تا اتم هیدروژن. رابطه ها برای ما مشخص نیست. در مرکب بعدی مرکب سوم باز که یک نوع فرمول مولکولی است، برای ما اطلاعاتی که میده تعداد اتم ها مشخص شده است. دو اتم هیدروژن، یک اتم سلفر و چهار اتم اکسیژن در مرکب مورد نظر وجود دارد. پس در H2SO4 تعداد اتم ها مشخص است اما تعداد رابطه ها مشخص نیست. در فرمول آخر دقت کنید که یک نوع فرمول مشرح است، علاوه بر اینکه برای ما نشان میده که مولکول از یک اتم هیدروژن و یک اتم فلورین تشکیل شده است، رابطه ما بینشان هم برای ما مشخص است. نشان میده که یک رابطه یگانه، رابطه اشتراکی یگانه ما بین دو اتم
وجود دارد. پس مشاهده کردن که فرمول های مشرح چه اطلاعات را برای ما میده هر کدام و فرمول های مولکولی چه اطلاعات را در اختیار ما شما قرار میده. خب درس ما در اینجا به اتمام رسید. میخواهیم که خلاصه نکات مهمی را که ما و شما امروز یاد گرفتیم با هم مرور کنیم. امروز ما و شما یاد گرفتیم فرمول مشرح چی است یا ساختمانی، که گفتیم در فرمول مشرح یا ساختمانی تعداد رابطه ها ما بین اتم های کربن و همچنان تعداد اتم ها موقعیت اتم ها برای ما مشخص است. فرمول مولکولی رو یاد گرفتیم که در فرمول مولکولی فقط تعداد اتم ها برای ما مشخص است و با هم مثال کار کردیم. همچنان امروز ما و شما دیگه چی یاد گرفتیم؟ یاد گرفتیم که رابطه های فلزی و رابطه های اشتراکی چی هست و چه قسمی رابطه ها ما بین اتم ها تشکیل می شود. خب شاگردای عزیز نازنین، امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشید. هر کجایی که هستین جور باشین. شما را به خداوند بزرگ می سپارم.